خب هنرجوی محترم، تا اینجا تو این 3 صفحه‌ای که از کتاب بیل پارسی کار کردیم تا حدودی دست راست ما آمادگی و 5 انگشت دست راست ما توانایی اجرای یه سری از قطعات را پیدا کرد. در اینجا یه قطعه بلند براتون در نظر گرفتیم که یه قسمت تقریبا زیادی از یک آهنگه و شما باید بتونین قطعه را اجرا کنید. تفاوت که این قطعه با قطعه قبلی داره اینه که در حین اجرای قطعه شما باید آکورد عوض کنید. منتها آکورداشو من توضیح میدم خدمتتون. 2 تا نکته جدید تئوری هم داره که شما باهاش آشنا میشین و انشالله قطعه را اجرا خواهیم کرد. اولین نکته تئوریش، تکرارها را شما باش آشنا هستید. یعنی ما به این صورت از اینجا میزنیم، به علامت تکرار که میرسیم میام دوباره در ابتدا و یه بار دیگه اینو تکرار میکنم. تکرارهایی که به این شکل اومده، یعنی یه علامت تکرار از این جهت داره و یه علامت تکرار از این جهت. خب شما این علامت رو که میبینید رد میشید، ولی به اینجا که میرسیم دیگه نمیریم ابتدای آهنگ، میایم جایی که عکس این علامت رو دیدیم و همین جمله داخل این محدوده رو تکرار میکنیم. اما این حالت تکرار که بهش میگن پریما سکوندا ولتا یا ولت 1 و 2، اینا به چه صورت تکرار میشه؟ شما این علامت رو میبینید، خب کاری نداریم رد میشیم ازش، میایم تا به علامت تکرار میرسیم. در محل علامت تکرار دوباره برمیگردیم به اینجا و تکرار میکنیم تا اینجا. این دفعه دیگه قسمت 1 اجرا نمیشه. حالا اینجا قسمت 1-2 میزانه، ممکنه 10 میزان باشه. قسمت 1 اجرا نمیشه و قسمت 2 به جای 1 اجرا میشه. پس میتونیم ما اینجوری بگیم که از سر این میزان تا این قسمت 1 بار با ولت 1 و بار 2 همین قسمت با ولت 2 اجرا میشه و رد میشیم باز به طرف قسمت های بعدی آهنگ. باز اینجا هم ولت 1 و 2 داره که به همون صورت اجرا میشه. یه نکته دیگه ای که تو این درس خیلی مهمه خط اتحاده. خط اتحاد خطیه که رو دیه 2 نوت هم نام قرار میگیره، یعنی 2 تا 2، 2 تا سل، یا باز اینجا هم 2 تا 2 داریم، 2 نوتی که هم نامند. ما برای اجرای نوت های هم نام با خط اتحاد به این صورت عمل میکنیم که وقتی یک ضربه برای نوت 2 میزنیم 3 شماره این نوت طول میکشه و 3 شماره این. ما دیگه برای نوت 2 زیر خط اتحاد ضربه جدیدی نمیزنیم. وقتی انگشتمون رو برای این نوت فشار دادیم روی کلاویه کیبورد، 6 ضرب مجموعه این ضربه این دوتا را انگشت را نگه میداریم و ضربه دومی دیگه اجرا نخواهیم کرد. این میشه خط اتحاد. حالا من مثال میزنم، اگر خط اتحاد نبود این نوت ها به این صورت اجرا میشد، 1 2 3 1 2 3. حالا که خط اتحاد هست 1 2 3 4 5 6، یعنی دیگه انگشتمون رو بلند نمی کنیم. این خط اتحاد. و نکته آخری که در تئوری این درس قابل توجهه اینه که وقتی ما آهنگ را زدیم، تکرار هم همه چی رو رعایت کردیم، در انتهای آهنگ میبینیم نوشته DC all fine، یعنی به ابتدا برگردید و دوباره تا علامت فاین بنوازید. یعنی شما تا اینجا که رسیدید میان اینجا میزنین، تکرارها را رعایت میکنین، باز میزنین، ولت ها را رعایت میکنین و جایی که کلمه فاین را دیدید آهنگ تمام میشه. پس میشه گفت این قسمت 1 بار دیگه در انتهای آهنگ تکرار میشه. خب آکورد هایی که در این آهنگ هست و ما قبلا نداشتیم، آکورد C رو که قبلا داشتیم، نوت های 2 می و سل، آکورد C ماژور، آکورد G ماژور یا همون سل ماژور،
نوتای سل سی ره، سل سی ره. آکورد جی 7 یا جی 7، سل سی ره فا. حالا اگر ما بخوایم چهار تا کلید نگیریم، سل و فا باید باشه، چون سل معنی جی را میده و فا معنی هفت را. ولی میتونیم یا ره را بگیریم یا اینکه سی را بگیریم، یعنی یکی از این دو تا قابل حذف هست. بتونیم با سه تا نوت این کار را انجام بدیم برای گرفتن آکورد جی 7. آکورد بعدی هم هست اف، که همون فا ماژور بشه، نوتای فا لا دو به این شکل. خب الان آهنگ همه یه نکات تئوریش را میشناسیم و به صورت عملی اجرا میکنیم. ریتم مناسب برای این آهنگ 3/4، اون تا بعد یه 3/4 ملایم باشه، مثل وین والز که من الان از وین والز استفاده میکنم. در این قطعه آورده شده بود.